با سلام، به سراغ شهیدی میریم که در عنفوان جوانی به شهادت رسید. رضا معظمی گودرزی، نوجوانی 20 ساله بود که در آبان ماه گذشته در کرج جاودانه شد. او جوانی ورزشکار بود که هنگام بازگشت از باشگاه ورزشی خودش مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و جان خودش رو فدای آزادی میهن و مردمش کرد. خانواده رضای قهرمان اهل بروجرد هستند، شهری که به داشتن قهرمانانی که در راه آزادی میهن داده همیشه سرفراز بوده. مزدوران خامنه ای اجازه گرفتن مراسم و دفن رضا رو در کرج ندادند و خانواده او مجبور شدند اونو در یک روستای دور افتاده در حومه بروجرد به خاک بسپارند. اما خلق فرزندان پاکباز خودش رو به خوبی میشناسه. مراسم خاک سپاری رضای قهرمان با شکوهی که دور از انتظار بود مواجه شد. مردم بسیاری از نقاط مختلف گرد آمدند تا جوان رشید خود رو با عزت تمام به خاک بسپارند. در این مراسم مادر دلاور رضا با برخوردهای شجاعانه خود سخنانی بسیار تأثیرگذار گفت که حاکی از سوز دل و داغ فرزند شهید خودش بود. مادر داغ دیده گفت در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است، دریا به جرعه ای که تو از چاه نوشیده ای حسادت میکند. عزیز دل مادر، تولد 20 سالگیت مبارک. برادر رضای قهرمان هم با سوز دلی جان گداز گفت سلام داداشی، تولدت مبارک. چه خبرها؟ خوبی؟ کادو واسط گرفتم داداشی، نیستی بدمش بهت. امروز 20 سالت تموم شد و رفتی تو 21 سال. جونم فدایت داداشم. مادر داغ دیده هم در روز 40 شهادت فرزند خود گفت عزیز دل مادر، بهت افتخار میکنم. جیگرم آتیش گرفته ولی خوشحالم که یک پسر شجاع تحویل جامعه دادم. جات همیشه تو قلب ماست. عزیزتر از جانم، همیشه به یادتم.
از مراسم تدفین و عزاداری برای این فرزند دلیر خلق لور فیلم هایی منتشر شده که توجه شما رو به برخی از اونها جلب میکنیم. یادآوری میکنیم که شاعر بزرگ میهنمون احمد شاملو در کتاب ترانه های کوچک غربت در رابطه با خمینی و مزدوران مرتجع و اون شعری داره به نام آخر بازی. شاملو با بیانی موجز و شاعرانه در اون با مرتجعان تیغ بر کف سخن میگه. فیلم های مراسم عزاداری شهید قهرمان رضا معظمی گودرزی رو با صدای گرم شاملو میشنویم. عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.